سلام پنجشنبه 20 خرداد 95 9 ژوئن 2016 میلادی در مورد پنج موضوع امروز صحبت میکنیم موضوع اول اینکه امروز در تهران به دعوت آقای حسین دهقان وزیر دفاع وزرای دفاع روسیه و سوریه هم به تهران میآیند و جلسه بین سه کشور هستش برای احتمالا بررسی نبرد در سوریه و ادامه مسیر اما جالب روسیه در عین حال میزبان چهارمین نشسته استراتژیک کشورهای خلیج فارس بوده که وزرای خارجه این کشورها در مسکو جلسه داشتند بر سر مبارزه با تروریزم تقویت روابط دو جانبه و حل بحران های منطقه و در همین حال هم آقای نتانیاهو از اسرائیل نخست وزیر اسرائیل آزم مسکو شده با آقای پوتین ملاقات کرده و در اون اعلام کرده آقای نتانیاهو که روابط با روسیه حسن است و از روسیه خواستند که موشک های مدرن و پیشرفته بالستیک در اختیار کشورهای خاورمیانه و منطقه قرار ندم و گفته که روسیه موافقت کرده ضمن آقای نتانیاهو تاکید کرده که اجازه نمیدیم که سوریه تبدیل بشه به پایگاه تروریستی ایران علیه اسرائیل به این ترتیب دیده میشه که روسیه در عین حال که با ایران نزدیک و در جنگ سوریه پشتیبان بشار اسد هست در این حال با کشورهای عرب خلیج فارس به رهبری عربستان هم نرد دوستی میبازه و در این حال با اسرائیل هم روابط حسنه داره در واقع روسیه چند جانبه بازی میکنه و از اونجا که استعمارگر کهنکاری هست و شناخت خوبی هم از منطقه داره سعی میکنه که دوستی و نفوذ خودش در منطقه رو گسترش بده در واقع به نوعی روسیه خلع نداشتن برنامه استراتژیک از سوی امریکا در منطقه رو داره پر میکنه و حداکثر استفاده را از اون میبره سازمان ملل هم هشدار داده که در فلوجه بیش از 90 هزار غیر نظامی گرفتار شدند. قبلا این عدد چهل تا پنجاه هزار نفر ذکر شده بود و جان اونها در خطره نهادهای مختلف هم در دنیا اعتراض کردن به آقای بانکیمون که سر خود در واقع عربستان رو از لیست کشورهای ناقضان حقوق کودک بیرون آورده و گفته باید تحقیق بیشتر بشه. موضوع دوم این که 120 کارگر کمپرسور سازی تبریز 20 روزه که در اعتصاب به سر میبرن. این کارخانه که زمانی 700 کارگر داشته به دلیل رکودش و انتقال مالکیتش به بخش خصوصی که البته بسیاری از این بخش خصوصی ها اسمن بخش خصوصی هستند ولی در واقع پشتش سرداران سپاه و وابستگان بیت رهبری و نهادهای امنیتی قرار دارند کارخونه رو در معرض تعطیل قرار داده و همین 120 کارگر باقی مانده هم اسفند ماه فقط 40 درصد حقوقشون گرفتن 50 درصد عیدیشون هم گرفتن و ماهای فروردین و اردی بهشت که اصلا حقوق نگرفتن و خرداد هم که داره به آخرش نزدیک میشه زمنان بیمه کارگران هم پرداخت نشده اما در تهران معلمان بازنشسته در جلوی ساختمان دیوان عدالت اداری از استانهای تهران و کرج و کرمانشاه دست به تحسن دست به تجمع زدند خواسته معلمین این است که حقوق اونها همسان با زایر بازنشسته های دولتی بشه و پلاکارت هایی داشتن در خصوص اینکه یک میلیون تومان دریافتی شونه در حالی که خط فقر دست کم سه میلیون تومان البته برای یک خانوار چهار نفره در تهران خط فقر سه و نیم میلیون تومان برآورد شده فاز نوزده اصلویه هم کارگران دوباره دست به تجمع اعتراضی زدن به دلیل اینکه از بهمن ماه تا کنون حقوق نگرفتن و بارها هم که وعده دادن مسئولین هیچ کدام به وفا نشده و به عمل در نیامده اما دردناک این که سرپرست استانداری خوزستان اعلام کرده که بسیاری واحدهای تولیدی این استان صنعتی تعطیل شده و در پاره ای از نقاط استان نرخ بیکاری بیش از 47 درصد یعنی نزدیک به 50 درصد یا از هر دو نفر یک نفر بیکاره و البته در مقابل این رکود گسترده موج بیکاری که اقتصاد کشور رو فرا گرفته و بزرگترین واحدهای صنعتی با بحرانهای بزرگ مواجه هستند آقای خامنه ای البته دلواپسه، اه فر... اه مسائل فرهنگی است که ایشون مد نظر داره مثلا فیلمی که اکران میشه فرس خبرگزاری ایلنا خبر داده از اینکه فیلم عادت نمی کنیم به دلیل اینکه تیزرهاش در شبکه های ماهواره پخش شده به دستور دادستانی توقیف شده و از فردا جمعه اکرانش متوقف خواهد شد قانون کارگردانان ایران هم اعتراض کردند به وزیر ارشاد و مدیران وزارت ارشاد که چرا تسلیم دستگاه های قانونگوریز و عقب نشینی میکنن سپاه استان فارس هم خبر داده از اینکه 20 واحد تولیدی رو تولیدی پوشاک رو تعطیل کرده همینطور دوازده نفر رو هم در این رابطه دستگیر کرده چرا؟ برای اینکه اینها با عرضه لباس های نو و مدرن و مدلینگ در واقع در شبکه های اجتماعی دست به ارائه مدهای جدید کردند. و سپاه مدعی شده که نیروهای خارجی پشت اونها هستند و پشتیبانی مالی از اونها کردند. انقریبه که اتهام جاسوسی هم به تعدادی تولیدی و خیاط وارد بکنم اما حسن نوروزی نماینده مجلس عنوان کرده که هفته پرونده که خود ایشون در جریان رسیدگیش بوده پرونده های فساد اقتصادی در مجلس گم شده و اساسا تر هم نشده موضوع چهارم اینکه آقای اسماعیلی نماینده مجلس نهم که از دلواپسان و پایداری های خیلی تند و تیز بود و به سرپرستی دادگستری استان تهران منصوب شده در یک اظهار نظر کاملا غیر قانونی آقای دادستان گفتند که عکس گرفتن با زندانیان امنیتی دهنکجی به نظام و خط و نشون کشیدن منظورشون دوست و آشنا مسئولین دولتی و غیر دولتی است که این روزها به دیدار مصطفا تاج زاده زندانی سیاسی که هفت سال زندان رو کشیده و آزاد شده و طبق هیچ قانونی در واقع کسی ممنون نیست از اینکه او رو ملاقات بکنه هستش اما هما هودفر استاد دانشگاه کنکوردیای اه، کانادا اه، محقق 65 ساله ای که به تهران سفر کرده بود خانوادهش اطلاع دادن که یک بار 19 اسفند ماه بازداشت شده ریختن همه وسایلش رو گشتن بعد با وسیقه آزاد شده دوباره روز دوشنبه هفته خورداد سپاه پاسداران اطلاعات سپاه او رو دستگیر کرده او که برای پروژه تحقیقی به ایران رفته بوده فعلا معلوم نیست زیر چه بازجویی و در چه اتهامی و در کدام زندان به سر میبره اما آرش صادقی فعال مدنی سی و هفت ساله که به پانزده سال زندان محکوم شده چهار سالم تعلیقی کلا زندان او رو به 19 سال رسونده برای پر پیگیری پروندش به دادسرای اوین رفته بود همونجا بازداشت شده و به زندان دوی الف سپاه منتقل شده همسر او هم به 6 سال زندان محکوم شده انجمن جهانی قلم هم نگرانی ابراز کرده از وضعیت محمد صدیق کبود وند که در اعتصاب غذا به سر میبره سازمان اف بین المللی هم یک درخواست نامه ای رو گذاشته که ایرانی ها امضا بکنند و در اون خواستار آزادی حمید بابایی دانشجوی دوره دکترای لیژ بلژیک شده که در زندان به سر میبره و احتیاج به مداوا بیرون از زندان داره اما موضوع آخر اینکه جناب شجونی که زمانی برای آقای احمدی نژاد یقه درانی میکرد و به این و اون بد و بیراه میگفت فرمودند که احمدی نژاد رو به خاطر زبانش باید خابون و شلاق زد جناب علم الهدا هم فرمودند که سیاست خارجی ما باید بر اساس سوره ممتحنه قرآن باشه منظور ایشون احتمالا آیه اول این سوره است که خدا میگه دشمنان من و دشمنان خودتون رو به دوستی نگیرید که البته رفتی هم به سیاست خارجی نداره ولی اگر فرض کنیم هم سیاست خارجی بر این اساس باشه خوبه ایشون این حرف رو به آقای خامنه ای بزنه که با دو تا حکومت مذهبی یعنی عربستان و اسرائیل دشمنترین دشمنه با یکی از متدینترین ملت ها و کشورها یعنی امریکا هم که دشمنی دیرینه ندارن در عوض دوستای آقای خامنه ای کره شمالی کمونیست و چین کمونیست و کوبا و کشورهای این گونه اندند که نزدیک است تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید به با امید پیروزی ایران و ایرانی